نتیجه یک تحقیق در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا نشان می‌دهد مصرف شیرین کننده های مصنوعی و کلیه فرآورده های آن از جمله نوشابه، قند و شکر رژیمی خطر ابتلا به سندرم متابولیک و دیابت را افزایش می‌دهد. پژوهشگران که نتیجه این تحقیق را در صدمین کنگره سالیانه انجمن متخصصان غدد داخلی در آمریکا ارائه دادند، می‌گویند اثر این شیرین کننده ها را مستقیماً بر روی استم سلز یا سلول های بنیادی بافت چربی سنجیدند. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با ماست با جزئیات بیشتر. شیده، درباره روش و یافته های این تحقیق توضیح میدی و کلا منظور از سندرم متابولیک چیه؟ ببین، سندرم متابولیک یه نام عامه برای یه مجموعه از اختلالات که اون اختلالات شامل فشار خون بالا، قند خون بالا، چربی خون بالا و چاقی در ناحیه شکم. این سندرم کسانی که مبتلا به این سندرم هستن، خطر این که در آینده مبتلا به بیماری قلبی یا سکته مغزی بشن 2 برابره و خطر این که دیابت بگیرن 5 برابره. در و بسیار هم شایع در امریکا 34% از مردم، یعنی تقریبا 1/3 یا قدری بیشتر بهش مبتلان. و در ایران خوشبختانه این سندرم مطالعه شده. 15 سال پیش سال 2003 اولین مطالعه عمومی قند و لیپید تهران نشون داد که در ایران در تهران 33.7% مردم تقریبا برابر امریکا مبتلا هستند. و عجیب تفاوتش این بود که زنها بیشتر مبتلا بودن، 42% زن بودن، 24% مرد. و سال تقریبا 7-8 سال بعد که انجام شد دیدن از این هم بیشتر شده که کمتر نشده. به هر حال بیماری بسیار شایعیه در ایران، به همین بهش باید توجه بشه. و در این پژوهش خاص که گفتی چه کار کردن پژوهشگرانش، روی سازوکار در واقع ایجاد این سندرم چه چیزی باعثش میشه، چون ژن ها و عوامل محیطی باعثش میشن و از این عوامل محیطی کدوم ها رو میشه دستکاری کرد و کنترل کرد، بررسی میخواستن بکنن. متوجه شدن که این قندهای رژیمی، قندهایی که که در همه چیز ممکنه وجود داشته، در شیرینی ها، در نوشابه ها و کلا خودشون رو هم به طور منفرد و میریزن توی قهوه و چای و اینا، اینها وقتی در خون میزانش بالا بره موجب فعال شدن یک پروتئین یا یک آنزیمی میشه که این آنزیم باعث تکثیر و تجمع سلول های چربی میشه و علاوه بر اون موجب از روند التهاب میشه که منجر به دیابت و بیماری قلبی میشه. خب اون وقت این نقش قندهای رژیمی در پیشگیری از افزایش وزن و بیماری ناشی از چاقی چی هست؟ در واقع همونطوری که در کل این پژوهش دیدن که تکثیر و تجمع سلول‌های چربی به دنبال اون آزاد شدن آنزیم آدیپوکیناز در اثر قندهای رژیمی ایجاد میشه. و وقتی که این سلول‌های چربی در کسانی که سندرم متابولیک دارن در منطقه شکم میشینه، اون باعث چاقی عمومی و سایر بیماری‌های ناشی از اون میشه. مرسی، ممنون شیده که با ما بودین.